خبت بزرگ. انگلستان پس از ساخت راه آهن در هند، مصر و برخی دیگر از کشورهای قاره آفریقا در آرزوی تأسیس راه آهن شمال جنوب ایران به سر می‌برد. برای همین یکی از موارد شاخص امتیاز رویترز که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد می‌شود، تأسیس راه آهن در این مسیر است. بند دوم این قرارداد مستقیماً به موضوع ساخت راه آهن اشاره می‌کند. اما علما و مردم با رهبری میرزا صالح داماد و ملا علی کنی پس از شنیدن خبر عقد این قرارداد شروع به مخالفت می‌کنند. در نتیجه انگلستان به دلیل مخالفت‌هایی که با قرارداد رویترز شود نمی‌تواند به هدف خود برسد. به این جهت این موضوع بار دیگر و در زمان احمدشاه مطرح می‌شود، ولی او نیز مخالفت می‌کند و در جواب درخواست انگلستان میگوید راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است، راه آهنی است که از دزداب شروع می شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاه متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنان که از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است. اسفند 1305. لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران در مجلس شورای ملی مطرح می شود. مصدق صراحتاً ساخت راه آهن را خیانت به کشور می داند و می گوید هرچه کرده اند خیانت است و خیانت. با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ نظامی آگاه بوده و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضا شاه آن را نپذیرفت. این موضوع تا حدودی ناشی از نفوذ انگلیسی ها بر دستگاه سیاستگذاری رضا شاه بود و تا حدودی ناشی از ترس از روس ها. مهر 1306. کلنگ راه آهن توسط رضا شاه بر زمین زده می شود و تکمیل آن 11 سال به طول می انجامد. هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه بر چای، قند و شکر تأمین می شود و کسری آن نیز از طریق وام های بانکی و اعتبارات دولتی. راه آهن ایران از شمال بندرگز در جنوب شرقی دریای خزر شروع و به بندر ماهشهر در خلیج فارس منتهی می شود. در زمان احداث راه آهن 7 شهر مهم کشور از لحاظ جمعیت و ارزش اقتصادی به جز تهران عبارت بودند از تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، شیراز، رشت و کرمانشاه. ولی مسیر راه آهن شمال جنوب هیچ یک از این شهرهای مهم را به هم مرتبط نمی کرد. در این باره جان فوران استاد دانشگاه کالیفرنیا می نویسد احداث خط آهن 850 مایلی سراسری به هدر دادن منابع بود، تورمزا بود، هدفهای اقتصادی چندی نداشت و از هیچ یک از شهرهای عمده کشور عبور نمی کرد. سطح زندگی عمومی را پایین می آورد چون هزینه آن از طریق مالیات قند و چای تأمین می شد. احداث راه آهن در هر مکانی باید حداقل یکی از 3 خصلت استراتژیک دفاعی، اقتصادی و ارتباطی را برای مردم آن منطقه داشته باشد. راه آهن شمال جنوب هیچ یک از این خصوصیات را ندارد. بدتر این که خود انگلیسی ها نیز احداث این راه آهن را به تمسخر می گرفتند. ساتون نویسنده انگلیسی در کتابش به نام رضا شاه یا ایران مدرن می نویسد این راه آهن بیشتر به درد سربازگیری می خورد و اگر یک موقع جنگی در لرستان شود با این راه آهن می توان سرباز فرستاد یا مشمولین نظام وظیفه را از مازندران به تهران آورد. شهریور 1317. سرانجام راه آهن ایران به بهره برداری می رسد. 3 سال بعد متفقین به ایران حمله می کنند و تا سالها برای انتقال نیروها، ادوات نظامی و آذوقه از آن بیشترین استفاده را می کنند. آنها از این طریق تمام آذوقه ها را به پشت جبهه شرقی اروپا در برابر قوای آلمان می فرستادند. همین از مهمترین دلایل بروز قحطی در ایران بوده است. پهلوی دوم نیز ساخت راه آهن را در زمان رضا شاه خدمت به مردم نمی دانست. دکتر مصدق در خاطرات خود از قول محمد رضا این گونه نقل می کند: به خاطر دارم روزی با کمال جسارت در حضور من اظهار داشت که پدرم در این کار خیانت کرده است.
وقتی از وی دلیل خواستم گفت پدر من راه‌آهن سراسری را فقط برای جلب رضایت انگلیسی ها ساخته است. تاج الملوک نیز در خاطراتش می نویسد یادم هست که رضا دو سه روز بعد از اشغال ایران به من گفت تاجی جان ما خبط بزرگی کردیم که پل ورسک را منهدم نساختیم. ما باید از همان اواسط مرداد ماه که زمزمه حمله به ایران را شنیده بودیم اقدام به نابود کردن راه آهن می کردیم.